مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. از کوچه های ایران می آیم، از شهر آذرین. نام برادرم ستار خان و نام خواهرم شبوی تالشی است. کردم، آری کرد، با بچه های تهران همدل، با مردمان خوب کویری هم رنگ و هم صدا. ما خانواده ای تاریخی هستیم. این بار قصدمان این است تا بامداد سر زند از نیشابور همراه با بلوچان در یک صفه طویل که یک سر در خانه سرخسی من دارد و یک سر در کوچه های خرمشهر قوغا بپا کنیم و ملایان را آنها که در شکنجه و کشتن هرگز سؤال نکردند اهل کدام دیاری، آنها که کرد و آذری و فارس را مانند بختیاری و لور همچون بلوچ و ترکمن و تالش و عرب سر می برند رسوا کنی. فرقی نمی کند که دو دستاری از ماتها به سر داری یا برگردنت پیچازی سپید و سیاه است. ما شاخه های یک رودیم، هم خانه یک سرود. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه دوم سپتامبر 11 شهریور، به شما سلام میکنم. در این کلاب هاوس ها گاهی بچه ها لطف میکنن، میریم روزای یک شنبه 12 تا 2، ولی میره تا 4 توی این سایت عزیزان من، سایت براندازی. وقتی میریم خب خیلی گپ و گفت داریم، بعد میگن آقای سازگارا کوشن ایشونم بیار. میگم چشم، دفعه دیگه من خواهش میکنم ایشونم تشریف بیارن. به هر حال یه نوعی میخوان که دوتایی اونجا باش. درود به دکتر محسن سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. لطف دارین، هم شما لطف دارین، هم دوستانی که سراغ رو میگیرن. به هر حال امیدوارم که این گپ و گفت ها موفق باشه. حداقل خاصیتش این است که در واقع باب گفتگوی دو طرفه یا چند طرفه و دموکراتیک رو باز میکنه. سوئدی ها یک مطالعه کرده بودند، دیده بودند کشورهایی که مخالفینش، مخالفین دیکتاتوری ها، یاد گرفتن با هم حرف بزنند، گفتگوی دموکراتیک داشته باشند، بعد از به زیر کشیدن دیکتاتور شانس دموکراسی در اونها خیلی بالاتر بوده تا کشورهایی که مخالفین تمرین گفتگوی دموکراتیک و عمل دموکراتیک رو نکرده بودند. مهارت های پارلمانی، مهارت های تصمیم گیری های دموکراتیک مبتنی بر رأی، رأی گیری، اینها به هر حال خیلی موثره در افکندن دموکراسی. شاید در همین آمریکا اگر نبود که در ویرجینیای آمریکا مدلی رو ساخته بودند، شاید نزدیک به یک قرن قبل از استقلال آمریکا و تمرین کرده بودند ویرجینیایی ها، شاید امریکا هم
این بنای دموکراسی رو نمی ساخت، چون همون مدل رو بعد از استقلال توسعه دادن و پنج تا رئیس جمهور اول آمریکا جز یکیشون، چهار تاش از ویرجینیا بودن و اون مدل رو تونستن توسعه بدن. مرادم این است که امیدوارم که کوشش شما مستدام باشه و این تلاشی که در راه گفتگوی دموکراتیک میکنید ذخیره‌ای باشه برای دموکراسی فردای ایران. آرزو میکنم دکتر عزیزم. اولا این جریان پیگیری دموکراسی در امریکا قصه فوق‌العاده قشنگه، یعنی گفت از هر زبان که میشنوی نامکرر است. من اغلب روایت‌هایی رو که خوندم یه محور اصلی داشته، چه به صورت رمان چه به صورت تاریخ، و فوق‌العاده است این داستان. این 70-80 سالی که اینا تلاش میکنن، بعد جنگ‌های داخلی، بعد از جنگ‌های داخلی ظهور مردانی که واقعا اینا نمونه اون تو تاریخ اینا این اتاقای این گفتگو هم به نظرم خیلی کار جالبیه، خیلی جالب. همین بله گفتمان براندازی دارم من میبینم 1500 نفر توش اومدن. خب شما 1500 نفر در یه جا جمع بکنید و بتونن حرف بزنن، به نظرم یکی از بی‌نظیرترین فنومنای این سال هاست که این کلاب درست شد دیگه، یعنی کلاب هاست بله. یه چیز بی نظیر بود. خب دکتر عزیزم بریم سر آقای دکتر، اگر اجازه بدین حالا که ذکر غیر دموکراسی در آمریکا شد، اشاره ای من بکنم به اون کتاب درخشان دموکراسی در آمریکا نوشته الکسی دو توکویل، متفکر و واقعا نابغه هوشمند و پر استعداد فرانسوی، که وقتی اندکی بعد از چند سالی بعد از استقلال امریکا به امریکا سفر کرد و خیلی هم چرخید، امریکایی که 13 تا ایالت بود، کتابی نوشت راجع به دموکراسی در امریکا، دموکراسی نوپایی که شکل گرفته بود، مشخصاتشون نوشت. یک نکته ای رو توکویل ذکر میکنه که به نظرم ما در 100 سال گذشته در کشورمون مقفول بوده. او میگه که این کشور خیلی زود باشد که تبدیل بشه به یکی از قدرت‌های بزرگ جهان، موقعی که یک کشور فقیر و تازه استقلال یافته بود امریکا. برای اینکه یه دلیلی ذکر میکنه، میگه برای اینکه شانس و فرصت در این کشور مساویه. بله. و نقش عدالت به معنی یکسانی شانس و فرصت برای مردم رو خیلی تیزهوشانه توکویل میبینه و بنای اقتصاد آزادی رو که امثال همیلتون پایه‌گذاری کرده بودن در امریکا به روشنی تشخیص میده. اقتصادی که در اون هنوز هم که هنوزه بعد از 240 سال امریکا شاید هنوز هم کشور شانس و فرصت مساوی برای همه است و هنوز هم راه باز برای اینکه هر کسی از هر طرفی در هر حرفه‌ای دلش خواست شنو کنه. و اقتصاد آزاد امریکا بسیار پشتوانه مهمی بود برای دموکراسی امریکا. اینو اینجا عرض میکنم که در ایران کتاب درخشانی نوشته شد توسط آقای دکتر طبیبیان و آقای دکتر غنی نژاد و مهندس کمری به نام آزادی خواهی نافرجام. چاپ های بعدی این کتاب اندکی اسمش تغییر کرد، من الان حضور ذهن ندارم، چندین بار تا حالا چاپ شده. شاید برای اولین بار این اقتصاددان های ارزنده کشور ما روی این نکته دست گذاشتن که اگر از مشروطه تا الان تا جمهوری اسلامی تا همین امروز آزادی خواهی ما نافرجام بوده و به دموکراسی نرسیدیم، خیلی دلایل داره البته، خیلی متفکرین از زوایای مختلف نگاه کردن، اما اینها روی یک نکته دست گذاشتن که مخفول بوده و اون که فعالین سیاسی ما از نقش اقتصاد آزاد و واگذاری اقتصاد به مردم، محترم بودن مالکیت، کوشش برای یکسان بودن شانس و فرصت برای مردم غافل بودن. نقل قول‌های خیلی جالبی اون میارن از مخالفینی مثل خلیل ملکی یا
دیگران تا خود محمد رضا شاه، از رجال جمهوری اسلامی تا رجال مشروطه، که چطوری همه غافل بودن از نقش این که باید اگر دموکراسی بخواد بیاد در کشور، اقتصاد رو هم باید واگذار مردم کرد و شانس و فرصت رو مساوی کرد. این نقش به هر حال اقتصاد، من شخصا خودم آقای دکتر در جنبش اصلاحات یکی از اهدافش استقرار آزادی و دموکراسی بود و شکست خورد، پدر خودم در آوردم، سعی کردم به خیلی از این دوستان اصلاح طلب که عمدتا در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا اون گروه های 18 گانه به اصطلاح اصلاح طلب ها بودن، حالی بکنم که آقا با یه اقتصاد دولتی در کنترل حکومت به هدف اقتصادی، به هدف سیاسی دموکراسی نمیرسیم. متاسفانه نمیفهمیدن یا نمیخواستن بفهمن یا نکردن، و آقای خاتمی هم به نظرم درکی نداشت از این. و تا امروز، تا همین امروز هم بسیاری از فعالین سیاسی ما غافلن از نقش شانس و فرصت مساوی، اقتصاد آزاد و مالکیت، محترم بودن مالکیت در استقرار دموکراسی، چه مالکیت مادی چه معنوی. بر صورت فکر میکنم اقتصاد دموکراسی امریکا خیلی درس ها میشه ازش گرفت، برای که شاید اولین در نوع خودش بوده. یکی همین نکته ایست که توکویل دیده بوده و در کشور ما هم دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد به نوع دیگری همون حرف رو دیدن و در این کتاب آوردن، که من واقعا به کسانی و بخصوص جوانانی که نخوندن این کتاب رو توصیه میکنم حتما اون رو بخون. سازگارم خمینی که به اقتصاد چرتکه نگاه میکرد، به همین دلیل ما حرفای بی ربط رو زد. فکر میگرد خب ما 2000 تومن درآمد داریم، 1000 تومنش رو نون و گوش میگیریم میدیزیم جلو مردم، 500 تومنش رو میدیم با آخونده، 500 تومنش هم اسلحه میخواد. یعنی اینقدر عقل نداشت که این فرمولای، یادم از مرحوم دکتر اردلان یه روز من خدمتش بودم، گفت این مردک دیوانه است، این اصلا حالیش نی، و داد و بیداد داشتن سر گمرک و سر چیزای دیگه. حالا امیدوارم یه روزی ما هم این بخت رو داشته باشیم. این آمدم امریکا رو وقتی میبینه حسرت میخوره. خب گفتیم امریکا، آقای دکتر سازگارا یقه بایدن رو من هنوز گرفتم، ولش هم نمیکنم. آنچه داریم در افغانستان میبینیم بسیار دردناکه. دیگه به فرودگاه هم رسیدن طالبان و به هر حال خیلی ماجرای تلخی است و نمیدونم هیچ راهی براش پیدا میشه. ما یه گفتگوی کردیم با رئیس دفتر احمد مسعود، در این حال که خیلی افسرده بود ولی خیلی هم میگفت ما تسلیم نمیشیم. و دیروز هم یه زد و خوردی داشتن، پری روز 8 تا از طالبان کشته شدن، حالا از این ور نمیدونیم چقدر. به هر حال امیدوارم، حالا اگه زیادم علاقه من نیستین راجع به موضوع طالبان صحبت کنیم، میریم روی موضوع دیگه. شما همیشه در مورد کرونا آخرین اخبار رو داری، خب بگویید چه خبر. من اگه اجازه بدین راجع به همین موضوع افغانستان عرض کنم چند تا نکته رو. یکی این که آقای بایدن رو در امریکا، نه فقط شما به عنوان یک روزنامه نگار سرشناس ایرانی گریبانش رو رها نکردید، مطبوعات امریکا هم رها نکردند گریبان او رو، و به قول معروف ماه عسلش با حیاتی که طرفدارش بودن عموم شده. شاید فاکس خب از اول باهاش مخالف بود، ولی بین 5 فرستنده اصلی تلویزیونی امریکا 4 تای دیگه، یعنی ABC، CBS، NBC و CNN که به اضافه فاکس، اینا صبح یک شنبه هر کدوم یه برنامه سیاسی سراسری مهم دارن، این هفته وقتی من دنبال میکردم یک شنبه گذشته بدون استثنا گریبان آقای بایدن رو گرفتن تو مصاحبه های مطبوعاتی مختلف، هم با خود ایشون هم وزراش، هم سخنگوهای کاخ سفید، وزارت خارجه و پنتاگون و غیره به شدت انتقاد میکنن. یا روزنامه های مثل واشنگتن پست یا نیویورک تایمز که به هر حال
روزنامه های مهمی در امریکا هستن، اینها هم رها نکردن و نمیکنن. آقای بایدن به هر حال عرض کردم من قبلا هم، اینی که از خاورمیانه امریکا میخواد بیاد بیرون یه تصمیم استراتژیکی است که از زمان اوباما گرفته شده و آقای ترامپ هم دنبال کرده، آقای بایدن هم. این رو حالا دلایل مختلفی داره که چرا امریکا در خاورمیانه نمیخواد نیروی نظامی داشته باشه. بسیار خوب، یک نکته است. ولی اونی که گریبان آقای بایدن رو رها نمیکنه نحوه خروج از افغانستان بود و اینکه با طالبان آقای خلیلزاد از زمان آقای اوباما و از زمان آقای بوش مذاکره کرده، نماینده آمریکا بوده، نوع توافقایی که با سازمان وحشی مثل طالبان کردن و بعد هم عرض کردم نحوه خروج اینطور ناگهانی با اعلام قبلی تاریخ و غیره، اینا اون چیزهایی است که سخت محل انتقاد. و من دیروز نوشته ای رو دیدم، یکی از سرتیپ ها ژنرال های ارتش افغانستان دردمندانه نوشته بود و گفته بود به ما انتقاد میکنن که چرا ما نجنگیدیم. ما چرا نجنگیدیم؟ ما در 20 سال گذشته بیش از 60 هزار شهید دادیم در مقابل همین طالبان و تروریست های دیگه. و توضیحاتی داده بود که سلاح‌های ما اکثرا پیمانکاران و امریکایی کارهای حساسش رو میکردن، سلاح‌ها و دستگاه‌های حساسش رو، و اینا گذاشتن رفتن. خیلی از اینا برای ما دیگه کارآمدی نداشت. و بعد هم که نیروی هوایی پشتیبانی از ما نمیکرد، روحیه سربازا از دست رفته بود و دلایلی رو ذکر میکنه. البته منصفانه این ژنرال افغانستانی از عامل فساد حکومتگرا و مدیران افغانستان هم یاد میکنه که این هم در دلسردی ارتش افغانستان نقش داشته. بر صورت افغانستان پیش بینی میشه آقای دکتر نوریزاده که بیش از 3 میلیون افغانی مهاجر جدید خواهند شد و به کشورهای دیگه سعی خواهند کرد برن. زندگی زیر حاکمیت طالبان رو به هر دلیلی نمیتونن ادامه بدن. زنها اولین قربانی هستن، بعد روزنامه نگاران، بسیاری تکنوکرات ها، کسایی که در دولت 20 سال گذشته کار کردن و طالبان براشون خط نشون میکشه، و نهایتا هم شیعیان، اقلیتی که چند میلیون نفرن و در خطر قرار میگیرن. تازه تاجیک ها و دره پنچیر و گروه های قومی دیگه افغانستان هم در مقابل طالبان پشتون در امان نیستن. فکر میکنم افغانستان، امیدوارم غلط باشیم فکر من، ولی به احتمال زیاد وارد یک دوره باز جنگ داخلی میشه که ممکنه گروه های تشکیل دهنده طالبان هم به جون همدیگه بیفتن، چون هیچ وقت اینجوری قدرت یک پارچه و مستقر رو نداشتن. این روزها البته طالبان ظاهرا خیلی به قول به شوخی جوان ها میگن دوره نفلشاتوشونه و جواد ظریفشون زیاد شده، تعدادشون دنبال اینن که چهره ملایم از خودشون نشون بدن و امارت اسلامی افغانستان رو به عنوان حکومت افغانستان دنیا به رسمیت بشناسه. پاکستان البته پشت پرده این تلاش ها رو داره بسشون انجام میده. وزیر خارجهشون در واقع فعلا در پاکستانه و دولت پاکستان این کارو میکنه. ولی به هر حال ذات و ماهیت طالبان جایی نخواهد رفت. آقای دکتر نیشه اقرب نظره کین است. اینا طبیعتشون آدم خورن. اصلا بله. ببینید میگه این حرفایی که میزنن اینا طالبان دیروز نیستن، منو خیلی کلافه میکنه. همین الان چند یه پیرمردی داشت میرقصید، گرفتن اینقدر کتک زدن این پیرمردو، تو دهات داشت با یه نیچه میرقصید میپرید بالا پایین، یا تو کابل دو تا زنو کشتن. ببینید این طالبان باورشونه آقای دکتر، تا به قول شما طبیعتشونه، اصلا ماهیتشون این گونه است. یا اینی که جمهوری اسلامی دلش رو خوش کرده که اینا قول دادن شیعیان رو نکشن. آخه
باور اینها بخشایشون، ولو آقای هبت الله آخوندزاده مثلا رهبرشون که حالا ظاهرا به هیچ کم نشونش نمیدن، مثل ملا عمر عکسش رو تمثالش رو به اصطلاح مقدس میدونن پخش نمیکنن، ولو او و چه میدونم آقای مجاهد و عبدالغنی برادر و غیره اینایی که الان چهره های سیسکا آدم میبینه در کابل بشینن یا در قندهار بگن که نه دیگه هیچ کیو نکشید، این گروه ها اولا این همچین نظم و انضباطی ندارن، ثانیا طرف باور مذهبیشه اعتقادشه که هفت شیعه رو سر ببره میره بهشت. تفاوت آخوندهای ما با اینا اینه، آخوندهای ما دروغ میگن و تظاهر میکنن، یعنی وقتی آهنگ بزنی یه قرکمرم میده، یعنی آخوندهای ما من دیدم رفتار، روزه فاطمیه داشتیم تموم که میشد شب که شام میخوردن دیدم چی کارا میکردن. منظورم اینه آخوندهای ما تظاهر میکنن، یعنی فردا یه رضاشاهی دیگه بیاد دوباره همینا میرن تو سوراخ، ولی طالبان اینجوری نبودن کمان که تو این 20 ساله بودن، بنابراین مغز پوک اینها رو اون اسلام ناب سنی سلفی پر کرده و ولکن هم نیست، ده نسل دیگه هم همینن. بله حالا به هر حال اوضاع افغانستان و آقای بایدن داستان افغانستان دست از سرش بر نخواهد داشت. بله. هر یه جنایتی که طالبان بکنه که دل بشریت رو به درد میاره یک نیشش رو در امریکا دست کم مخالفین آقای بایدن حواله او خواهند کرد، حتی ممکن است که دوستانش. کنگره امریکا ماه سپتامبر کارش رو شروع کنه، احتمالاً دموکرات ها عده‌ای از رهبران حتی دموکرات ها مثل آقای چاک شومر رهبر دموکرات های سنا، رئیس سنا سلام، و یا آقای منندز رئیس کمیته سیاست خارجی سنا، سناتور نیوجرسی، اینها از کسانی هستند که در جلسات خصوصی الان در واشنگتن شنیده میشه که به شدت با آقای بایدن اعتراض دارن، ممکنه هوای حزبیشو داشته باشند ولی نمیشه انکار کنند که مخالف این سیاست ها بودن. قبلا هم عرض کردم آقای بایدن بین ارتشش و وزارت خارجهش حرف وزارت خارجه رو گوش کرد، هنوز هم پاش وایستاده در مصاحبه هاش، ولی خب اگر شما هم دنبال کرده باشید میبینید اعتراف نمی کنه که اشتباه کرده، بلکه میگه کار خوبی کردم و البته خبرنگارام رهاش نمی کنه. عریف و تو اون اتاق دانشگاه دیدی خلوه تنهایی تو اونجا قدم میزد و یه نوعی هم داشت تظاهر میکرد که خیلی خوشحالم که الان اینجا به کسی حساب نباید پس بدم، و چه احساسی داشتی بعد از 8 سال و سالها توی قلب دیپلماسی؟ ببخشید من اسم بعدی که گفتی نشنیدم. ظریف رو عرض کردم، ظریف آن آقای ظریف منظری که توی اتاق دانشگاه و ببینید جاشو امیر عبداللهیان گرفته که تو بغداد آبروریزی میکنه، واقعا چه تعبیر و تفسیری میتونستی بکنی اون لحظه؟ والا خب به هر حال آقای دکتر یک سیاست پیشه هم باید یه روزی بازنشسته بشه. حالا آقای ظریف، البته من نمیدونم آقای ظریف پیشینه یا اکادمیک تدریس دانشگاهی من ندیدم داشته باشه. متاسفانه در ایران یکی از چیزهایی که سیاستمدارای ما یدک میکشن کار استادی دانشگاه هم هست، در حالی که او خودش یک تخصص، یک شغل، یک عمری باید یک اکادمیسیان در دانشگاه ها دود چراغ میخوره، نون و پنیر میخوره، تحقیق میکنه، تفحص میکنه و مطالعه میکنه و به بچه های مردم اساره وجودش و دانشش رو آموزش میده و در دنیا البته باید مقاله بنویسن، دفاع بکنن و غیره. من نمیدونم حالا آقای ظریف چه تبحری در تدریس داره، صرف دکترا داشتن کافی نیست برای که آدم معلم دانشگاه بشه. معلمی دانشگاه، استادی دانشگاه یک حرفه و یک تخصصه. ولی به هر حال اینی که تا ابد که نمیشه که وزیر خارجه باشه، اینی که بره کنار
و میتونه به کار تحقیق در سیاست خارجی بپردازه، میتونه به مشاوره بپردازه. وزارت خارجه پارکینگ داره به اصطلاح در نیاوران، باشگاه وزارت خارجه که خیلی از دیپلمات‌های سابق اونجا دفتری میگیرن، میشینن با نشریات وزارت خارجه همکاری میکنن. ضمن اینکه آقای ظریف میتونه خاطراتشو بنویسه، مثل خیلی از سیاستمدارا که کنار میرن و همسال هم. به هر حال اگر ایشون رفته دانشگاه، امیدوارم که تجربه لازم رو داشته باشه برای اینکه دست کم استاد خوبی بشه. در وزارت خارجه من اگر بخوام آقای ظریف رو در ترازو بگذارم، تمام دوره شاید نزدیک 30 سالی که در وزارت خارجه بوده یا شاید هم بیشتر، ایشون خیلی زود پله‌های ترقی رو در وزارت خارجه به دلیل دوستیش با سعید امامی طی کرد. وقتی درسش تموم شد و از امریکا برگشت، به سرعت رفت در معاونت قرار گرفت به دلیل سر و سرش با وزارت اطلاعات. و بعد هم آدم تکنوکراتی بود، نسبتاً هم باهوش بود، خوب حرف می‌زد و به درد اینکه به عنوان یک تکنوکرات در وزارت خارجه کار کنه می‌خورد، هنوز هم میخوره. ولی در پست وزیر خارجه متاسفانه باید بگم آقای ظریف هم همون بلای سرش اومد که بقیه تکنوکرات هایی که با حکومت همکاری کردن سرشون اومده، یعنی تسلیم حرف ها و سیاست های غلط مملکت ویران کن و برباده رهبر دیوانه کشور آقای خامنه ای بودش ایشون و به هم دلیلم به مالکش معروف شد. یعنی اگر از اون دانشش، تکنوکراسیش، از اون مطالعاتش بهره می گرفت، نباید این طور می شد توجیه کننده و مالکش سیاست های غلط آقای خامنه ای. یعنی ایشون هم متاسفانه مثل بقیه تکنوکرات هایی که در دیکتاتوری ها تن به همکاری با دیکتاتور میدن، محاط در اصل غلط سیاست‌های خارجی شد که خامنه‌ای دیکته کرده و میکنه. این به نظرم ایشونو در ترازو که بگذاریم و من کار رامش مثبت از آب در نمیاد. از آقای ظریف البته مذاکرات برجام میماند به عنوان بخشی در فصلی در سیاست خارجی ایران، ولی این برجام هم حالا هنوز به تاریخ نپیوسته. بگذارید بعدم بیاد. از جمله مصالحه‌ای که ایشون در حاشیه برجام کرد بی صدا، آقای کری هم اینجا در امریکا در اتاق به اصطلاح جلسه غیر علنی سنا وقتی پرسیدن دادن، و اون که مطالبه ایران از حساب وزارت دفاع امریکا رو که از زمان شاه مونده بود و 6 میلیارد دلار توش پول بود حساب تنخواه کردن، و ایران همیشه ادعا داشت که با بهره‌هاش بیش از 14 میلیارد دلاره. و آمریکایی‌ها میگفتن ما اینو بخشش رو اسلحه ساختیم، 3.5 میلیارد دلار بیشتر توش دیگه پول نیست. اون اسلحه‌ها رو فرمان کارتر برای ممنوعیت بعد از گروگانگیری شاملش شده ندادیم بهتون، بعدم قراضه شده انداختیم دور. دعوا بین 3.5 میلیارد تا 14 میلیارد دلار بود. در حاشیه برجام آقای ظریف این رو مصالحه کرد، به همون 3.5 میلیارد دلار رو گرفتن. این از اون نکاتی است که در حاشیه برجام برملا نشد، ولی تاریخ بعدا اینها رو بیرون میاره و مورد مداقه قرار میده. فکر میکنم این از اون جایی است که آقای ظریف باید پاسخگو باشه. دکتر سازگار، الان یه درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم، ولی من این نکته رو اشاره کنم. من از یکی از شخصیت های وزارت خارجه شنیدم آقای ظریف برنامه خروجش از کشور و اقامتش در آمریکا و پیوند با یکی از دانشگاه اونجا رو ریخته. دلال کارم آقای موسویان بوده و ایشون حالا یه تا پایان ترم در دانشگاه تهران میمونه یه ترم، بعد تشریف میارن به خارج و ترجیح میدن بقیه عمرشون رو در امریکا زندگی کنن. چون به هر حال به نظر من مدلی که با ایشون خدافزی شد خدافزی نهایی بود و این خدافزی حالا بمون برمیگردی نبود. مثلا شما ببینید شمخانجی رو نگه داشتن هنوز به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی.
جلیلی هست اونجا و بقیه هم که شغلای دیگه گرفتن، حتی محسن سبزوار رضایی هم معاون اقتصادی شد. ببینید گفت ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو. انصاف باید داد آقای ظریف از جنس دزدا و آدم بله. مثال شمخانی نبود و نیست و اون آقای شمخانی علتی که اینجا میمونه این نیست که یه باندی دارن با همین محسن رضایی و رحیم صفوی و غیره و پول و پلهی به هم زدن، دستشون جزو یکی از باندای تبهکار کشورن. ظریف اینجوری نیست، ظریف انصافا هم نیست که هست آدم، هیچ کس تا حالا نشینده ظریف مثلا دستش به دزدی و باندای تبهکاری و اینها آلوده باشه. به هم دلیلم چون اون دار و دسته رو نداره، چون الان ایران اینجوری است که شما بخواید تو قدرت باشی باید یه دار و دسته‌ای داشته باشی یا متعلق به یه دار و دسته‌ای باشی. دار و دسته باندای تبهکار من بهشون میگم، یا آلکاپون هم معمولا رأس هر کدوم از این مافیاها نشستن. ظریف جزو اینا نیست، اینو باید انصاف داد. به همین دلیلم بله درست بود، احتمالاً شانسی یعنی حامی نداره که جزو باندی نیست که بیاد به قدرت، ولی فکر نمی کنم، دست کم احتمالاً ضرورتی نمی بینه که بشه بیاد امریکا مثلا در یه دانشگاه امریکا، البته حتما کار خوبی بهش میدن، به هر حال وزیر خارجه ایران بوده، بیاد هجرت کنه بیاد در امریکا زندگی کنه، گمان نمی کنم. حالا بعضی ها این گمانه رو می زنن ولی قاعدتا عاقل تر از این است که بیاد مهاجرت کنه در این سن و سال و ایران رو ترک کنه. زوری هم نیست پشت سرش که بگیم حالا میخوان بلایی سرش بیارن. روحانی رو ممکنه و به خصوص پاره ای از اعوان و انصارش رو به محاکمه کنه، حتی زندان بندازن، ولی ظریف از این دایره بیرونه. به اونجا هم دکتر میرسیم، درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. بله با درود بسیار شاعر این ترانه این سرود مرحوم حاجی زاده بود، حمید، که با پسرش کارون در تابستان تو حیاط خونش کارداجینش کرد و اون نوجوان نیرومندی که با پرچم میدوید سام رجبی بود، قهرمان جودو جهان. بسیار سرود زیبا و مؤثری بود. شما دکتر سازگارا چطور دیدید شنیدی سرود؟ بله بسیار مهیج و مؤثر ساخته بودن، دستشون درد نکنه. به هر حال حکایت آزادی خواهی در کشور ما و به تنگ اومدن از استبداد دینی حاکم الان موضوع همگیری است و واقعا هم جای مطالبی که شور انگیز باشه در این فضای تلخ کرونایی خالی، دستشون درد نکنه. دیروز هم یک ترانه از خانم گوگوش پخش کردیم جدیدن برای این زندان ها خونده که تصاویرشو دیدیم چه خبره. شمازیده عزیز آهنگشو ساخته و رها اعتمادی شعرشو، اونم بسیار کار قشنگ. خب دکتر جان بریم سر موضوعات متعددی که فعلا تو وطنمون باش دست بگری بود. یکی این سفر آقای امیر عبداللهیان به بغداد بود، صاحب خونه تدارک دیده بود، برنامه چیده بود که ایشون با وزیر خارجه سعودی ملاقات کنه و در واقع زمینه هایی برای آشتی باشه که به نفع هر دو کشوره و بیشتر هم به نفع ایران. ولی این ادایی که ایشون در آورد، فرار کرد رفت اون طرف ایستاد جای رؤسای کشورها که عراقی ها به شدت عصبانی شدن. من چون تو تلویزیوناشون بودم، برنامه زندم داشتم، دقیقا می دیدم واکنش رو، خیلی عصبانی بودن. بعدم اون نطق رکیک که به عربی کرد که عربا میگن رکاکه، لغه رکیکه، خیلی رکیک بود، پر غلط. بعد کسی که نوشته اون مطلب رو و ایشون ندونه میزان تبادل تجاری عراق و ایران چقدر، 300 میلیارد نیست، 3 میلیارده که نخست وزیر عراق تصحیحش کرد. بسیار تاثیر بدی گذاشت با این رفتنش. واقعا شما فکر کردید این مردک استحقاق این رو داره که بر کرسی وزارت خارجه ایران بنشینه؟ والا گفت بیله دیگ بیله چغندر، اون رهبر و
اون رئیس جمهور همین وزیر خارجه رو هم میخواد. آقای دکتر نوری‌زاده چه انتظاری شما دارین؟ یا این آقای مخبر که از پشت پرده اومده بیرون، حالا این روزا دهن که باز میکنه آدم میبینه چه آدم بیمایه ایه. من خودم فکر میکردم دورا دور بالاخره لابد یه تکنوکراتیه، مدیریتی کرده، مدیریت بلده، حرف که میزنه و استدلال که میاره میبینه آدم چقدر آدم بیمایه است. و یعنی غیر از اون دوز بودن و مال مردم خوری و اینها که شغل ایشون بوده، در صحبت کردن آدم میبینه چقدر و چقدر دروغگو، چقدر هوچی. این دولت آقای رئیسی به نظر من از دولت‌های خواهد بود که بسیار هوچی خواهد بود، بسیار تپل تو خالی خواهد بود. از این حرفای گنده گنده که این سپاهی‌ها میزنن، نمیدونم مستعان درست کردیم، در سطل آشغال دست آقای حسین سلامی بود، ویروس از 100 متر تشخیص میدیم، احتمالاً این دولت از این چیزا زیاد از توش در خواهد اومد. آقای رستم قاسمی نرسیده میگه من 1,000,000 خونه میسازم، یاد احمدی نژاد آدم بفت. نصف به هر حال وزرای احمدی نژادن و بقیهشون هم همین جوریان. والا آقای امیر عبداللهیان، آقای دکتر، من هم تعجب کردم. ایشون به هر حال چند سال معاون وزیر خارجه بوده و از به اصطلاح پروتکل یا تشریفات، اداره تشریفات وزارت خارجه این چیزا رو بلده، میدونه که این موارد کشورها همه رعایت میکنن، تمام دیپلمات های دنیا رعایت میکنن. ایشون هم به هر حال بعید ندونه این رو و من نمیدونم چرا یه همچین کاری رو کرده، یعنی چی از کلش گذشته. بعدم اومده در ایران دفاع کرده از این کارش، گفته جای مردم ما رو من نشون دادم. یعنی چی؟ یعنی وزیر خارجه مثلا در پروتکل اگه بره بغل نخست وزیرا وایسه، ملت ایران بزرگ میشه؟ جز اینکه بگن ملت ایران وزیر خارجهش، کشور ایران وزیر خارجهش یه ابلهی است که پروتکل رو نمیفهمه. یا عربی رو، من که عربی دان نیستم ولی شما که عربی میدونین به خیلی ها نوشتن. من واقعا سوالم از شما سالا، ایشون که نطقشون نوشته بوده ظاهرا هم به هر حال مقداری عربی بلده، مگه نمیشد اینو با یه عربی دون بشینه اولا به لحاظ دستوری درست کنن، ثانیا 4 دفعه روش بخونه، تلفظش رو درست کنه که اینجور به گوش عرب زبانا به قول شما رکیک نیاد و ناخوشایند. من واقعا منم متعجب شدم، در این حد دیگه فکر نمی کردم آدم پیش پا افتاده و نادونی باشه ایشون. دکتر خیلی ساده، ایشون در اونجا میتونست به زبان شیرین فارسی حرف بزنه، مترجمای درجه یک اونجا هست، همراهش هم مترجم داشت، میتونست قشنگ براش بیان کنه. نه حالا آقای دکتر به عربی هم شاید مثلا پیام دوستی بشه، ولی چیزی که فراوون داره در ایران و خود وزارت خارجه مترجم بله عربی متن به فارسی می نوشتن، ایشون نظارت میکرد، ترجمه عربی میکردن. محمد صادق حسینی هست پیششون، 4 دفعه از روش میخوند، تلفظهای غلطش هم تصحیح میکردن که اقلا یه چیز آبرومندی باشه، که حرفی که به پاره از مسئولین به زبان انگلیسی، خب آدم نطقشو همه رو از های دولت ها و وزیر خارجه ها اصلا یه تیم نطق نویسی دارن. بله. در همین امریکا رئیس جمهور یه تیم نطق نویسی داره، وزیر خارجه هم داره. آقای بلینکن که ناتوان نیست از این انگلیسی صحبت کنه، ولی نطقشو می نویسن، اون پرامپتری که شفاف هم از جلوشون هست، نطق اون روه 10 دفعه تمرین میکنه، بعد میاد وای میسه از رو اون میخونه، منتها یه جوری هم بلدن تمرین میکنن که انگار دارن سخنرانی میکنن. بله. مگر مصاحبه مطبوعاتی باشه که اونجا دیگه خوب باید خودش بلبداه جواب بده و تیم میکنن، باز اونجا هم تمرین میکنن که خوب جواب بدن، کوتاه جواب بدن. نمیدونم والله آقای امیر عبداللهیان به قول معروف اولین آزمایشی که به عنوان یه وزیر خارجه داد نمره قبولی نگرفت، نمره از 20 به سختی بهش میشه 4 و 5 داد. خب حالا شما در مورد کرونا و سایر وزیر بهداشت و حرفایی که زد، شما چه آیا امیدوارید برای فردای مردم برای مبارزه با کرونا؟ چه احساس میکنید؟
والا امیدوارم که حرفاشون درست در بیاد، برای اینکه الان که صحبت میکنیم تا امروز حدود 10% مردم دو دوز واکسن رو زدن، خیلی عقب کشور، یعنی باید برسه این عدد به بالای 70% مردم. یکی از متخصصا گفته بود بالای 81% مردم، ولی همون 70% که همه دنیا میگن باید واکسینه بشن، و واکسن اون بنیاد برکت که همین آقای مخبر دزد و آقای خامنه‌ای رئیسش این بلا رو سر کشور آوردن، قرار بود تا آخر ماه شهریور 50 میلیون دوز واکسن تحویل بدن، خودشون گفتن 4.5 میلیون دوز بیشتر تحویل ندادن، خیلی همت کنن 8 میلیون دوز تحویل میدن. میگن که وعده میده همین آقای وزیر بهداشت که در ماه مهر، و دیدم دیروز آقای رئیسی هم گفته بله حل شده و اینها، با آخر مهر ماه 50 میلیون دوز واکسن وارد بکنن و واکسیناسیون بکنن. امیدوارم مثل بقیه حرفایی که زدن نباشه و واکسن درست حسابی وارد کشور بشه. ولی آقای دکتر سوگمندانه باید گفت که متخصصا در واقع میگن که این موج دلتا ویروس، این سویه دلتای ویروس کرونا، ولو واکسیناسیون هم الان این حرفایی که میزنن درست در بیاد، به این نمیرسه، این مردم رو مبتلا میکنه، و اگر همون ضرب در 3 و 4 که خودشون میگن رو اعمال کنیم، روزانه بین 2 تا 3 هزار نفر دارن میمیرن از این بیماری، و پیش بینی میشه که 2/3 مردم ایران میگیرن و یه ایمنی جمعی پیدا میشه، ناگهان میخوابه البته، مثل هند وقتی هر کی باید بگیره گرفته و برسه به 2/3 جمعیت، همون 60-70% پاندمیش به اصطلاح میخوابه چون بدنهای ایمنی پیدا میکنه. ولی متاسفانه اگر واکسیناسیون با صورت نگیره، سویه های جدیدی داره از راه میرسه، ضمن اینکه هر کس بگیره 2-3 ماه بیشتر مسئولیت نداره، اینجور که متخصصین میگن، یعنی واکسن چاره کاره. واکسن های موجود دنیا هم خب بهترین عمل کرد رو ظاهرا نشون میده که مادرنای امریکا داشته، بعد فایزر و آسترازنکا و این واکسن های غربی با فاصله عمل کرده بسیار بهتری داشتن، حتی در مقابل سویه های جدید که از ویروس پیدا میشه، در مقابل واکسن چینی یا روسی که اصلا روسا ندارن بدن. حتی ما اول هم همه میگفتن آقا بی خود نگین 60 میلیون قرار روسا بفروشن، روسا برای خودشون هم ندارن، ظرفیت تولید ندارن و نمیتونن بدن، ندادن. ضمن اینکه اینا مطالعاتشون هم معلوم نیست. حالا به هر حال امیدوارم مطالبی که آقای عین اللهی میگن، وزیر بهداشت آقای رئیسی، درست باشه. اما آقای دکتر خسارتی که باید به مردم بخوره خورده. این آقای خامنه‌ای که دلش میخواد در تاریخ اسمش خوب بمونه، باید بداند که مورخین آینده قطعا در کارنامه آقای خامنه‌ای غیر از بقیه جنایت‌هایی که کرده از جنبش سبز و غیره و غیره و آبان 98 و اینها، داستان کرونا هم از نکات تاریک زمامداری ایشونه، و اینا چیزی نیست که بشه قایمش کرد. حالا روزنامه‌هایی مثل خراسان با کمال بی‌شرمی اومدن و وارونه میکنن که دستور مقام رهبری برای واردات رو گوش نکن. ایشون به هر حال فیلمش موجوده، نوارش موجوده، صراحتا استدلال آورد که چرا نباید واکسن امریکایی و انگلیسی و فرانسه وارد کرد، و گفت من ممنوع میکنم، و این ممنوعیت به قیمت جان چند صد هزار ایرانی تمام شد و ویران شدن بسیاری از کاخهای آرزوهای جوانان این مملکت، چه خانواده هایی که یتیم شدن و بی پدر یا مادر شدن یا فرزندانشون از دست دادن. بر صورت این قصه غم‌انگیز که سازمان بهداشت جهانی هم میگه ایران در خاورمیانه بدترین مدیریت رو داره، در دنیا یکی از چند مدیریت بد رو داره. در نظر بگیرید آقای دکتر، تو این شرایط که ما ملتمون داره در فقر و گرفتاری هست، یه دفعه آقایون هوس میکنن به فرموده حزب الله بنزین بفرستن، نفت بفرستن لبنان. لبنان اعلام میکنه آقا من نمیتونم نفت تو رو بیارم به خاطر اینکه تو تحریمی
و من بیارم بر فشارها بر منم افزوده میشه. میگن خب میفرستیم سوریه، از اونجا با کامیون میفرستیم. بعد دیروز تلویزیون لبنان کشف کرد که تلویزیون المستقبل که حزب الله میخواد با پول این یه سرمایه برای خودش درست کنه، گفتن به قیمت رسمی میفروشن. خب این چه نه بنزین نفتی که داری به لبنان میدی؟ و منتش هم میذاره، میاد میگه در مجلس که ما برای کشورهای جبهه پایداری و جبهه اول اولویت قائلیم و بهشون نفت خواهیم داد و این کارو میکنه. سوال من از شما اینه که این آقای نخست وزیر اسرائیل خیلی عاقلانه رفتار میکنه برخلاف نتانیاهو. یعنی میبینیم که آقای بنید میاد تو امریکا، جنجال نمیکنه، قوغا نمیکنه، حرفاش هم میزنه. گویند که آقای جو بایدن خواب تشریف داشتن، ولی به هر حال ایشون لابد با معاونش با بقیه حرفاشو زد. وزیر دفاع اسرائیل هم اشاره میکنه که ما در هر حال دست رو دست نمیگذاریم، اونجایی که لازم باشه کارمونو میکنیم. برای اینکه محبوبیتی هم ایجاد بکنه پا میشه میره دیدن ابو مازن، 150 میلیون دلار مالیاتی رو که از فلسطینی‌ها که تو اسرائیل کار میکنن میگیرن گفته به ابو مازن میده، و گفته تقویت ابو مازن باعث تضعیف حماس خواهد شد. شما به نظرتون اسرائیل در نقطه عطفی قرار گرفته، در نقطه، در یک جایی که نظرگاه‌ها وسیع‌تر شده از اون تنگ نظری‌ها، و اسرائیل قراره که نقش مثبتی در منطقه بازی کنه؟ به هر حال دولت آقای نفتالی بنت دولت ائتلافی است که با دولت لیکود فرق داره. خیلی نیروهای غیر راست افراطی در دولت ایشون هستن، از جمله نماینده اعراب داخل اسرائیل. و به نظرم خود ایشون البته خیلی جناح راست افراطی است حزبش، ولی به مثابه یک سیاست مدار داره نشون میده که بازیگر خوبیه. یعنی سعی میکنه که دولتش رو، ائتلاف رو حفظ کنه، چون همه پیش بینی میکردن ائتلاف خیلی شکننده است. بله. و دولتش سقوط میکنه بعد چند ماه. تا اینجا به قول شما نشون داده که سیاست مدار ورزیده ایه، و به نظرم این همراهی و همکاری هم که با آقای ابو مازن داره نشون میده هم به نفع اون فلسطینی های داخل اسرائیل که در ائتلافش هستن، هم استراتژیک کار درستیه، برای اینکه نهایتا اسرائیل باید بتونه با میانه روهای فلسطینی همکاری کنه، کنار بیاد، دو دولت رو به رسمیت بشناسه. در امریکا راجع به ایران هم عرض کنم پیشرفتی حاصل نشد. دولت بایدن همونی که هم به همه میگه به این اسرائیلی هم گفت، خب همه بدیایی که راجع به ایران جمهوری اسلامی میگین قبول، ولی اینا با سلاح هسته‌ای خطرناک‌تر میشن، ما الان باید یه جوری اینو رفع کنیم. و پیش بینی میشه در 3-4 ماه آینده این داستان مذاکرات برجام اولا همجوری یه لنگ پا بمونه، پیشرفتی هم نکنه، چون امریکایی هم از یه جای عقب‌تر نمیرن. آقای خامنه‌ای بعد الان تصمیم بگیره رضایت بده یا نه، نمیتونه این تصمیم بگیره. ولی بعدش چی بشه، من سخت پیش بینی های دکتر، خیلی نکات هست، ولی امریکایی ها به هر حال زیر فشار اسرائیل و متحدین عرب منطقه قرار دارن. برای دکتر نگردار نگرد، ما وقتمون تموم شد، ولی یادت باشه گفتی تا 3-4 ماه نمیشه درست پیش بینی کرد، حالا ببینیم اتفاقا چی خواهد شد. سخته، ما بعضی ها فکر میکنن جامعه بلور داریم توش میبینیم، نمیشه تو سیاست اون نخه. نه نه بله، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار. Thank you.
Thank you.